اسپانسرهای این برنامه: کمپانی موسیقی آواز کالتکس رکوردز، بزرگترین تولید کننده بهترین آثار موسیقی ایرانی در جهان، محصولات غذایی صدف، شرکت سوفر، تولید کننده بهترین فرآورده های غذایی ایرانی و خاورمیانه ای. سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر. در عرض چندین ماه گذشته شوی تلویزیونی تنین تمام سعی و کوششش رو برای اون داشته تا متفاوت ترین برنامه تلویزیونی نوروز رو به منازل شما برمقام بیاره. باید در اینجا بگیم که برنامه نوروز سال 1372 شوی تلویزیونی تنین بزرگترین و پرخرجترین برنامه تلویزیونی ایرانی است که تاکنون تهیه شده است. ما به خودمون میبالیم که برای اولین بار یک برنامه تلویزیونی توانسته تا در سراسر آمریکا همزمان آن هم از طریق پی پر ویو پخش بشه. این حمایت شما و پشتیبانی های شما هست که به ما این قدرت رو میده تا بتونیم برنامه های بهتری رو برای شما تهیه کنیم. طبق آخرین آماری که ما داشتیم، امروز همزمان بیش از 50,000 خانواده ایرانی هموطن نظارگر این برنامه تلویزیونی و باید بگیم که ویدیوهای این برنامه هم اکنون در سراسر شهرهای اروپا، خاورمیانه و همینطور کانادا در دسترس شما عزیزان است. در اینجا باید گفت که برنامه نوروز سال 1372 شوی تلویزیونی تنین توسط آقای مهرداد پاکروان، کمپانی موسیقی آواز کالتکس تهیه شده. باز هم از همه شما سپاسگزاریم و از شما دعوت میکنم تا به برنامه نوروز 1372 شوی تلویزیونی تنین توجه کنید. شوی تلویزیونی تنین تقدیم می کند. نوروز 1372 تولیدی افتخار آفرین از مهرداد پاکروان. هنرمندان به ترتیب حروف الفبا: مری آفیق، احمد آزاد، فرامرز آفت، آیلین، آرژان، اندی، ایبی، فرامرز اصلانی، نادی افشار، الهه، ایشان، داوود بهبودی، احمد بی، فریدون توفیقی، شهناز تهرانی، مریم جلالی، جمیله، حمید، حجتی، همیرا، گروه رقص خردادیان، داریوش، سوزان روشن، عباس رضوی، انوشیروان روحانی، رنو، حسن زرین، بهرام زهدی تهرانی، جیان، ژاکلین، منوچهر سخایی، سوسن، شهلا سرشان، شاهرو، شهره، شهرام شپره، شمائی زاده، حسن شجاعی، شراره، شاهروخ و محرو، شهرام سولتی، زیا، توفان،
یعقوب زروفچی، هوشمند عقیلی، مرتضی عقیلی، جمشید علی مراد، عارف، عطا، اردشیر فرح و جورج ستران، برزین، علی فخرالدین، مسعود فردمنش، بطانه، فرید فرجاد، پرویز قدرخانی، ویدا قهرمانی، سیاوش قمشی، کوروش، شهرام کی، سعید محمدی، مارتیک، مهستی، محمود، بیژن مرتضوی، مهدی، بهمن مفید، اکبر معززی، حمید محفر، عیبی مرادی، معین، ناهی، بینا و نینا بیداشا، علی نظری، جمال وفایی، ویگن، حاطف، جلال همتی، بدری همتیار، و با حضور علی رضا میبودی. مجریان این برنامه شهروز رفیعی، ویدا صادقی و میکی مهاجر. نوروز 1372 شوی تلویزیونی تنین، کاری استثنایی از علی رضا امیر قاسمی. سلام گرم ما به یکایک شما عزیزان، به شمایی که همیشه پشتیبان ما بوده و هستید، به شمایی که در هر جا و در هر زمان قلبتان به عشق ایران میتپد. سلام ما به شمایی که به ایرانی بودن خود افتخار میکنید و در هر جایی که هستید نوروز را با تمام شکوهش جشن میگیرید تا این سنت بزرگ را حفظ نمایید. سال تازه را آغاز میکنیم و به پیشواز نوروز 1372 میرویم با امید آنکه سال نو سال پربرکتی برای همه ما باشد. با آرزوی آنکه در آغازین ساعات سال 1372 شادی آفرین منازل شما باشیم، بیش از 10 ساعت برنامه نوروزی را به ارمغان می آوریم و سعی می کنیم تا متنوع‌ترین و پرشکوه‌ترین برنامه نوروزی که تاکنون تهیه شده است را تحت عنوان هدیه نوروزی به شما ارائه دهیم. برنامه نوروزی 1372 شوی تلویزیون تنین با حضور و همکاری بیش از 100 چهره محبوب و سرشناس موسیقی، تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون ایران تهیه شده است که تولیدی است از مهرداد پاکروان، کمپانی موسیقی آواز کلتکس. این برنامه که مدت زمان آن بیش از 10 ساعت می باشد، شامل قسمت‌های آهنگین، گفتگو با هنرمندان محبوب شما، قسمت‌های کوتاه نمایشی، نمایش سیاه‌بازی و قسمت‌های سنتی است. در پایان باید اضافه کنیم که برنامه نوروزی سال 1372 کاری است استثنایی از علیرضا امیر قاسمی. با این امید که برنامه ما مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد، از شما دعوت می‌کنیم به برنامه نوروزی ما نگاه کنید. We'll be right back.
من سلام بر شما. بیش از 10 ساعت برنامه نوروزی سال 1372 شو تلویزیون تنین را به شما هدیه می‌کنم تا نوید دهنده صلح و دوستی باشد و شادی آفرین نخستین دقایق و ساعات تحویل سال شما. با امیدم که بتوانیم همیشه سرآغاز شادی شما باشیم و آغازگر سرفصلی تازه در برنامه‌های تلویزیونی ایرانی. این برنامه را که پرخرج‌ترین و متنوع‌ترین برنامه نوروزی است که تاکنون در تاریخ تلویزیون ایران تهیه شده، به منازل شما به ارمغان می‌آورد. بارزی این که این برنامه حرکتی تازه در برنامه‌های تلویزیون ایرانی باشد، در اینجا از شما دعوت می‌کنیم که نظاره‌گر این برنامه باشید. We'll be right back.
از گذشته های دیرباز ایرانیان در سراسر جهان نوروز پیروز را با شکوه فراوان که در خور آن بود برپا می داشتند و جشن می گرفتند و بنابر سنت خیش به جشن و شادمانی می پرداختند. عده‌ای از مورخین و دانشمندان نوروز را یادگار فراموش نشدنی از جمشید شاه می دانند و می گویند که با آغاز فصل بهار زمین لباس زمردین برتن می کند و جهان جوان می شود و زندگی نو سر می گیرد. درباره برگزاری نوروز سخنهای بسیار و نوشته ها و اشعار نوروزی گوناگونی است که سعی می کنیم در برنامه امروز مقداری از آن را برای شما پخش کنیم و به نمایش بگذاریم. در نوروز شاهان لباس زرین بر تن می کردند و اطرافیان لباس های فاخر و رنگی می پوشیدند و در روز اول سال همه به دیدار شاهان می رفتند و نمایندگان هر گروه و دسته با لباس های محلی خود هدایایی را در ضیافتی با شکوه به دربار شاهان هدیه می کردند. در مراسم نوروزی ایرانیان اختلافات و دشمنی ها را به دست فراموشی می سپردند و به دید و بازدید یکدیگر می رفتند تا دوستی ها از سر گرفته شود. نوروز بزرگترین و باشکوه ترین جشن ملی ماست و همیشه باید آن را گرامی بداریم و هر سال با عظمت بیشتری آن را برگزار کنیم، زیرا که نوروز یادآور جاودانگی پرچم ایران و ایرانی است. گل پرچم، گل پرچم، بیرون بیا، بیرون بیا، فصل بهاره، عزیز مومی کاره، شکوفانه، شکوفانه، اونچه با شده، اونچه با شده، بل بل زنه داره، عزیز وقت بخاره، بیا دست به دست بیم، جانب کاریم، فصل بخاره، عزیز موقعه کاره، بیا دست به دست بیم، جانب کاریم، فصل بخاره، عزیز موقعه کاره، بله پنچا بیرون بیا، بیرون بیا، فصل بهاره. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز شای تلویزیون تنین، من ویدا صادقی همراه همکاران خوبم شهروز رفیعی و میکی مهاجر برنامه نوروزی رو آغاز میکنیم. بینندگان عزیز، در حدود 15 ساعت برنامه کاملا متفاوت براتون تهیه دیدیم که از شما دعوت میکنیم با ما باشید. بله، به نوبه خودم خدمت همه شما دوستان سلام عرض میکنم. خوشحالم که برنامه نوروزی زیبایی براتون تهیه کردیم. بله، همونطور که آقای مهاجر گفتن 15 ساعت برنامه با بیش از 100 چهره معروف سینما، تئاتر و تلویزیون ایران. بله. عرض کنم خدمتتون کاریردان خوب این برنامه آقای علیرضا امیرقاسمی هستن که در فواصل برنامه از ایشون خواهش می‌کنیم که در کنار ما باشن تا برنامه‌ها رو به اتفاق ایشون برای شما پخش بکنیم. همچنین از خانم جمیله هم خواهش کردیم که تشریف بیارن و مجری برنامه نوروزی شوی تلویزیونی تنین باشن که فکر میکنم در فواصل برنامه ایشون هم به ما ملحق میشن. بعد از شما دعوت میکنم اگر موافق باشین بریم و برنامه ها رو پخش بکنیم برای دوستان. موافق شما؟ حتما. بفرمایید.
وقتی که خستیم و شکستیم من و تو من و تو من و تو حیف از اون وقتی که خستیم و شکستیم من و تو من و تو زنده ی آب ی رود خونه بودیم من و تو هم نفس و هم دل و هم خونه بودیم من و تو هم همه ی برگ ی گل خونه بودیم من و تو پرستوی عاشق ی نونه بودیم کی فراموش میکنه من یا تو کی فراموش میکنه من یا تو تو با قلبی من و من همیشه بی تو با تو حیف از اون وقتی که بستیم و شکستیم من و تو
بچه میدونیم یکی از کسانی که در این چند سالی که ما برنامه نوروزی داشتیم و همراه ما بودن میدونیم که کشور جان بله من میشه شما فراموش کردید که از دوستان خیلی عزیز ما هستن که اینجا هستن بعدشون داشتیم دعوت میکنیم که بیان آیه امیرسته بگیم که ایشون تکخال برنامه های نوروزی ما بوده و هستن. هستن. بله تک ستاره رقص ایران بله. خانم جمیله خانم جمیله خواهش میکنم بفرمایید لباسی خیلی خوش آمدید خیرتون مبارک باشه بفرمایید خواهش می‌کنم شما خانم خیلی متشکرم من دیگه بعد خودم میدونم قربون اجازه بدید به مجری که نمیگم چه کار اومدی نظری با من ما باید اعلام می‌کردیم که یکی از مجریان برنامه بله دیگه بله بله دیگه شما خب یکم زودتر از من اومدین خب من داشتم کارام می‌کردم بله خب حالتون خوبه عیدتون مبارک به شما مبارک خیلی خوش آمدید دیگه با ما هستید و برای سال سوم این افتخار داریم که به خانم جمیله باشید کمک کنیم میکروفون نه خیر میذارم بله بله میذارم بالاخره خب تبریکی دارم برای هموطنان عزیزم امیدوارم که این عید نوروزی به همه هموطنان عزیزم خوب و سلامت و پربار و برکت برای همه و شما عزیزانی که اینجا هستین افتخار این دارم که 3 سال در خدمت شما گلای خوب هستم به خصوص آقای علیرضا امیرقاسمی دوست خیلی خوبم همه شما جیگرام و واقعا افتخاری است دیگه ما رو با این برنامه‌تون ما رو معروف کردین شما به خدا خانم جمیله قبل از همه چی راز زیبایی شما چیه؟ هر دفعه زیباتر بله اینا مال خودمه تازه که رفتم خریدم مال همینا که میوالیم راز زیبایی شما بیا خونه ببینیم وقت چجوری راز زیبایی نه دیگه راز زیبایی اینه که واقعا ملت ایران همه دوستم دارن خب این دیگه از این بالاتر دیگه چی میخواین 50-60 میلیون منو دوست دارن همین ما حالا همینطوری میمونم انشالله مرسی خیلی ممنون مثل همیشه زیبا هستی مرسی علی جون لباسای ایرانایی بله دیگه بله آخه امسال همه چی برای شما جدیده من سالهای پیش فقط در خدمتتون میشستیم و یه تو کلام البته دو کلام نه زیاد حرف میزدم اما امسال بله برنامه‌ای خیلی قشنگی براتون تدارک دیدم و با واقعا با کمک آقای علیرضا امیرقاسمی و کمپانی کلتکس که واقعا خیلی زحمت کشیدن همه به من کمک کردن و واقعا به من کمک کردن که من بعد از سالها بعد از 13-14 بلکه بیشتر 16 سالی که من ویدیویی نزدیدم به غیر از اون ویدیویی که در ایران زده بودم اونم مال رنگ شوی رنگارنگ بود و کمک بچه ها همه شما ما یه ویدیو جدید هم داریم شالله موضوع که... خوبی است برای دوستان بله بچه اگه یادتون ویدیو کامل از خانم جمیله است که بعض از این رقصا رو در این برنامه نوروزی بله فواصل برنامه پخش می‌کنیم اگه یادتون باشه 2 سال پیش خانم جمیله گفتن که ما بهتره مواظب خودمون باشیم بخاطر اگه نه ایشون میان مجری میشن ما رو امسال اومدن به عنوان افیشیالی به عنوان مجری فکر کنم سال دیگه ما دیگه نباشیم نه ما اینجوری نیستیم ما با کسی که شروع می‌کنیم تا آخرش با اون اگه شما نباشیم ما نیستیم خیلی ممنون شما دارم مرسی همونطور که گفتم یه ویدیو بسیار بسیار جالب دارن آهنگای قشنگ که در تولیدات شرکت کلتکس موسیقی آواز آقای مرتضی پاکروان و دوست بسیار خوبمون که همیشه در طی چند سال گذشته یار همیشه گیما بوده مسعود جمالی با کمک اون ویدیو رو تهیه کردیم و امیدواریم که مردم هم خوششون بیاد از این ویدیو اصلا هم خوششون خواهد اومد خب الان باید چیکار کرد حالا من میگم بریم یکی از این رقصا رو ببینیم با هم دیگه بود دیگه اصلا خواهیم رقص عربی میخواید یا رقص هر چی که شما دوست دارین همه جور داریم این تو دیگه همه جور انسان داریم جان مارجان اگه ممکنه یکی از این رقصا رو انتخاب کنید و برای ما مرسی خیلی متشکرم
خیلی ممنون که اومدی و خواهش میکنم. بسیار رقص زیبایی بود و بله بله موفق. منظورتون چیه که مرسی؟ خیلی ممنون. من امروز نمیرم مپل شما، من اینجا مجری برنامه شما. ما خدافظی نکردیم خانم امسال به مهمانی شما تا آخر برنامه ما هستیم. بله حتما شما بگینگی من هستم. تبلیغات که رو تنین داشتیم این بوده که گفتیم اعلام کردیم خانم جمعی شما که دیدین که بله. جمیله تنها در تنین میدرخشد، برای همینم با لباس‌های مختلف گویا. بله من حالا باید برم هی عوض کنم، چینج کنم قیافه رو، لباس رو عوض کنم. بله دیگه همه اینا رفتم خریدم برای این برنامه. بدبختم کردین شما، این ندارم و باش دوست دارم. باشه اگه میخوایی لباسون عوض بکنید اجازه بدید ما یه قسمت دیگه که تهیه کردیم از قسمت‌های میان پرده و نمایش نگاه بکنیم تا دوباره به اتفاق برگردیم. بله 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 پیشواز نوروز می رویم، سنتی که همچنان بران ارج می نهیم و سالهاست که پشت به پشت به ما رسیده است. سنتی بزرگ و دیرینه که هر زمان از راه می رسد، شادی را با خود به ارمغان می آورد و فرداهای روشن را نوید می دهد. نوروز روشنگر قلب من و توست، نوری است که بر فراز یک ملت میتابد تا شکوفه های دوستی بروید و به ایرانیان یادآور شود که هنوز ایرانی هستیم و به ایرانی بودن خود میبالیم. نوروز
دیرین سنتی است که دلهای خاموش زدگان را روشن می کند. هرگاه نوروز می آید، مهر و دوستی را به همراه دارد. در نوروز کینه و دشمنی ها به کنار گذاشته می شود. نوروز صلح و امید را به همراه می آورد و به فرزندانمان یادآور می شود که این سنت دیرینه را از یاد نبرند و به ایرانی بودن خود افتخار کنند. فرزندانمان پاسداران سنت‌های ما هستند و آنهایی‌اند که می‌بایست این مظهر ایران و ایرانی را در سفر زمان به آینده برسانند. امروز در کنار سفره هفت سین دست به دعا می‌بریم و از درگاه پروردگار توانا سالی پربار همراه با دوستی و صلح و آشتی آرزو می‌کنیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خداوندا در این لحظات حساس با تمامی وجود تو را می ستاییم و به درگاه با عظمت و توانای تو روی می آوریم و از تو می خواهیم قلبهای ما را از کینه و عداوت پاک گردانی و مهر و محبت در دلهای ما جایگزین سازی و روان ما را از آلودگی ها و ناپاکی ها و زشتی ها رهایی بخشی و ما را نسبت به هم مهربان، غمخوار و یار و یاور گردانی. پروردگارا که جهان و جهانیان و هرچه در آن است آفریده ای و همه چیز در ید قدرت توست، ما را به راه راز هدایت و رهبری فرما و وطن ما را در امنیت و آسایش قرار بده تا مجد و شوکت دیرین خیش را باز یابیم و سال نو را با خیر و برکت همراه و همگام ساز. همه چشم امید به عنایت تو دوخته ایم و حاشا به بزرگی و بخشندگیت که ما را از درگاه خود مأیوس و ناامید برانی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا به احسن الحال. با تو روینده و رویانم من، بی تو سوزنده و سوزانم من، چه کنم؟ عاشق ایرانم من، بچه گم گشته سری دارم من، یوسف رفته ز کنعانم من، چه کنم؟ عاشق ایرانم من. گاه گاهی که تو غمناک شوی، گریه ابر بهارانم من، چه کنم؟ عاشق ایرانم من. گریه هم دست خودم نیست، نه، گریه هم دست خودم نیست، از اوست. پس مپرسی چه گریانم من، دلکی دارم و انسانم من. در این لحظات مقدس که میلیون ها ایرانی با نگاهی امیدوار به سالی تازه، روزی تازه و روزگاری تازه مینگرند، در این لحظات نخستین از سالی دیگر
که ملتی بر سر سفره آرزوهای خود به یاد خانمان خود، قوم خود، خیش خود، سرزمین خود و نیاکان خود نشسته است و در را به سوی ایران پرواز داده است، از خدای ایران می خواهیم که خوشبختی و نیکبختی و رستگاری را به ملت ما عنایت کند. از خدای ایران می خواهیم که این سرزمین آریایی، سرزمین بهترین فرزندان او، کوروش، داریوش، رازی، حافظ، مولوی، بابک و آرش را سرفراز و رستگار گرداند. از خدای ایران می خواهیم به جوانهای ما نیرو و توان دهد که با خرد و عشق سرنوشت و سرزمین خیش را بسازند و قدر میهن بزرگوار خود را بدانند. از خدای ایران می خواهیم که پدران و مادران ما را به سر خانه و زندگی خود بازگرداند و نیکبختی های کوچک آنها را تجدید کند. از خدای بزرگ می خواهیم که گمگشتگان ما را به ما بازگرداند، شهرها و کشتزارهای سوخته ما را آبادان کند، آبهای راکد ما را جاوی و روان سازد. از خدای ایران می خواهیم که دلهای ما را در تشتی از عشق بشوید و دلهای ما را از نفرت و چینخواهی و انتقام جویی بروباند. به نام نامی آن مهر پایدار، به نام نامی ایران که عشق ماست، آغاز می کنیم، آغاز می کنیم این تازه سال را، این نوبهار را. آغاز سال 1372 خورشیدی، نوروز بر شما مبارک باد. خانم ها آقایان، از طرف خودم و مرتاد پاکشوان تهیه کننده این برنامه و همچنین کلیه همکارانم در شوی تلویزیونی تنین و کمپانی موسیقی آواز کلتکس، آغاز سال 1372 رو به یکایی که شما عزیزان تبریک میگیم و از خداوند سالی پر از مهر و برکت رو برایتون خواست داریم. در طی سالهای گذشته همواره نوروز رو با شما و در کنار شما گذراندیم و این نخستین باریه که یک برنامه تلویزیونی ایرانی زبان توانسته تا برنامه‌اش رو بر روی پیپر ویو در سراسر آمریکا پخش کنه و ویدیو اون رو در بازار جهانی به عرض شما عزیزان بگذاره. در اینجا باید از شما باز هم سپاسگزاری کنیم، شمایی که چه انرژی رو به ما میدید تا بتونیم با قدرت هرچه تمامتر برنامه‌های بهتری رو برای شما ارائه بدیم. تهیه این برنامه تلویزیونی، تهیه برنامه نوروز 1372 شو تلویزیونی تنین بیش از 5 ماه طول کشید. در اینجا اجازه میخوام از شما که از کلیه کسانی که در طی این ماه‌های گذشته ما را همراهی کردند و پشتیبان ما بودند سپاسگزاری کنم. اجازه میخوام از دوستانم در مقابل دوربین، شهروز رفیعی، دوست خوبم میکی مهاجر، خانم ویدا صادقی سپاسگزاری کنم. و اجازه بدید از شهروز رفیعی که این براتون بگم، شهروز رفیعی غیر از اینکه یکی از بهترین گوینده های تلویزیونی روزه، بلکه اونو باید گفت که بهترین تصویربردار ایرانی خارج از کشوره. از طرف دیگه بعد از مسعود جمالی بگم، دوست خوب بچه‌های شوی تلویزیونی تنین، کسی که همیشه و همواره حمایت‌های بی‌دریغش همراه ما بوده و هست. از مارک ماردویان و گروهش M&M پروداکشن تشکر می‌کنیم که در قسمت‌های آهنگین ما را همراهی کرده و با ما بوده. از آقای سعید نوشینفر
هنرمند ارزنده ایرانی تشکر میکنیم که تصاویر پشت صحنه ما رو تهیه کردن و همینطور عکس هایی رو برای ما به خاطره گذاشتن که همیشه این عکس های پر خاطره در یاد ما خواهد بود. از کسان دیگه که باید تشکر کنیم رسول اصفهانیانه، مدیر تدارکات این برنامه که واقعا وظیفه مهمی رو داشته، و همینطور فرهناز الوند که در قسمت منشی صحنه این برنامه بوده. از دیگر کسانی که باید تشکر کنم اجازه بدید بخونم، از دوست بسیار خوبمون آقای بهزاد مهجور، دوست شوی تلویزیونی تنین، هنرمندی که افتخارش رو داشتیم تا ایشون برای ما طرح پوسترها، فلایرها و همین از روز اول ایشون با ما بودن، از ایشون هم سپاسگزاریم. و در پایان باید از عزیزترین کس هم آقای فرخ آهی، دوست بسیار بسیار خوبم، تشکر کنم. فرخ آهی خالق زیباترین ملودی های روزه و همیشه پشتیبانی های او با ما بوده و هست. در آخر باید از شما باز هم سپاسگزاری کنیم و با آرزو این که ثانیه ها، دقایق و ساعات بسیار بسیار خوبی رو در سال آینده داشته باشید. همینطور که همیشه گفتیم، هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز باد. عید شما مبارک. عید یکایک بینندگان عزیز مبارک، با آرزوی موفقیت و سلامتی برای یکایک شما عزیزان. مرسی، خیلی ممنون. مرسی. عید نوروز سال 1372 رو به یکایک شما بینندگان عزیز شو تلویزیونی تنین تبریک میگم و امیدوارم که امسالی که در پیش داریم سال پربرکتی باشه برای یکایک شما. ان شاءالله که سال شادی سلامتی برای همه همیهنان عزیزمون باشه. شرشون شما. بله، با اجازهت. دوستان عزیز، خوشحالم که برای اولین بار این فرصت رو پیدا کردم که تبریک بگم به همه شما دوستان که در سراسر امریکا همزمان در لس آنجلس صدا و تصویر ما رو میبینید و همینطور همیهنان عزیزمون که در ایران بعداً این نوار حتما به دستشون میرسه. نوروزتون پیروز باشه، هر روزتون نوروز باشه، نوروزی پر از مهر و وفا و سلامتی برای همه شما عزیزان که صدا و تصویر ما رو میبینید و شما دوستانی که در کنارتون هستن. عید شما همه یه مبارک. اگه موافق باشید یک آهنگ شاد بریم به اتفاقا ببینید در سال نو. بله، در آغاز سال نو این آهنگ رو
هدیه کنیم به دوستان عزیز. بله بله. اتفاق نگاه. یه سال پر امیده، دست به در دست یار، خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن، میگذره این روزگار، صد سال به این سال آباد، عید شما مبارک، همه بگیم حالا باز، عید شما مبارک. یار خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن، میگذره این روزگار، صد سال به این سال آباد، عید شما مبارک، همه بگین حالا باز، عید شما مبارک. سال نو گل و زمستون و بهار کرد، سال بعد بارو بست یواش یواش برار کرد، عید اومد خنده کن فردا رو کس ندیده، سال نو سال نو یه سال پر امیده، دست بده در دست یار، خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن، میگذره این روزگار، صد سال به این سال آباد، عید شما مبارک، همه بگیم حالا باز، عید شما مبارک. این گلاب جون همیشه خورم همیشه خندون، دست بده در دست یار، خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن، میگذره این روزگار، صد سال به این سال آباد، عید شما مبارک، همه بگیم حالا باز، عید شما مبارک. دست بده در دست یار، خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن، میگذره این روزگار، صد سال به این سال آباد، عید شما مبارک، همه بگیم حالا باز، عید شما مبارک. دست بده در دست یار، خنده بزن بر بهار، غم رو فراموش بکن، میگذره این روزگار، صد سال به این سال آباد، عید شما مبارک، همه بگیم حالا باز، عید شما مبارک. دست بده در دست یار، خنده بزن بر بهار،
گوش بکن میگذره این روزگار صد سال به این سالا باز عین شما مبارک همه بگیم حالا باز عین شما مبارک متن پیام ویژه تام برادلی شهردار لس آنجلس به مناسبت فرارسیدن عید نوروز من به عنوان شهردار لس آنجلس و از طرف 3,500,000 نفر شهروند خوشحالم که صمیمانه ترین تبریکات خود را به مناسبت سال نو ایرانی به بیش از 500,000 شهروند فارسی زبان ابراز بدارم ما در لس آنجلس به وجود جامعه ایرانی که در توسعه و رشد این شهر سهم بسزایی دارند افتخار می‌کنیم. با ارسال این پیام از طریق شوی تلویزیونی تنین که از کانال‌های مختلف در سراسر امریکا پخش می‌شود به 700,000 ایرانی دیگر در سراسر امریکا تبریک می‌گویم. یک بار دیگر سال نو خوبی را برای شما آرزو می‌کنم. تام برادلی شهردار لس آنجلس 20 مارس 1993. شادی میرسه و امیدوارم که بینندگان عزیزی هم که دارن خونه برنامه میبرن دور سفره حفصی نشستن و دارن از برنامه ما لذت میبرن. اما اندازه ما لذت میبریم. ان شاء الله که همینجوری باشه. آیشه روز خان بر قسمت نوبت نوبتی باشه نوبتی کی هست؟ آقای حسن شجاعی که خواهش میکنم آقای شجاعی. خیلی خوش اومدید. عید شما مبارک. خب بچه ها عید همه شما مبارک و قربون شما میکروفون رو وصل بکنین که صدا درست بشه خیلی عجله دارین بله بسیار خوش اومدید آقای شجاعی خیلی ممنون و متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید شما هم والا ما از خدام بودیم خانم آقای من راستش به شما میگم اولا عید همتون مبارک ان شاء الله سالهای سال با سلامتی و سعادت زندگی کنید و برای تربیت بچه‌های خوبمون این طرف خسته نباشید ولی ضمناً خدمتتونم عرض بکنم که اینا خیلی قشنگه هفت‌سین چیندن ولی پشت صحنه خدا میدونه بر تدارکات اینا چقدر مشکله جدی بهتون میگم بچه ها گل کاشتید خیلی زحمت کشیدید و این افتخاری بر ما هست که جوانای مملکتمون این همت رو کردن برای کل ایرانی‌ها در سقف سر دنیای برنامه رو تدارک دیدن و تدارک این برنامه در یک کشور غریب خیلی خیلی کار مشکلیه خسته نباشید دعاتون میکنم همیشه سلامت باشید عید نوروز خاصی به همه ایرانی‌ها خوش بگذره و یادگارهای گذشتهشون رو در هر کجای دنیا چسن زنده کنید این همت شما قابل تقدیره بهتون احترام میذارم فقط میگم سلام خیلی متشکرم. من ازتون خواهش می‌کنم در ادامه برنامه با ما باشید. خیلی از ما خوب تعریف می‌کنید. دامن شما نخواهند کشید. چون به هر حال زودتر می‌گفتیم بیاید. من اجازه بدید در کنار این همتی که جوان‌ترها کشیدن، کردن و این تدارکات به این زیبایی رو از دید بینندگان عزیز ما می‌گذرونن، بگم واقعا مسئله نوروز به قدمت حیات ملت ایران هست. ببینید ما در آیین مهریمون نوروز رو حفظ کردیم با تمام زیبایی‌هاش و تمام احترامش در زردشت همچنان و در اسلام هم که امروز دین رسمی کشور ماست به هر حال عید نوروز قدمتش به اندازه موجودیت خاک ایران ما احترام می‌ذاریم و خوشحال هستیم که عید نوروز ما همچنان با همون احترام و با همون سنت‌های زیباش پا بر جاست بر ما وظیفه است گذشته های نوروز به ما سپردن ما هم با این زیبایی های قشنگی شما تدارک دیدید بسپریم به آیندگان در اصل ما همیشه سعیمون این هست که بتونیم انشاءالله هر ساله نوروز رو با شکوه هرچی بیشتر اینجا برپا بکنیم تا جوانتر از ما یادشون نره که ما چه مراسم سنتی خوبی داریم آقای شجاعی خب به تازگی وارد آمریکا شدن و در آلمان زندگی می‌کردن خدا وقتتون هم بخیر بکنه و بسیار یکی از پرکار ترین هنرمندای هستن که الان دارن در لس آنجلس برنامه اجرا میکنن و خیلی جای خوشحالیه که مردم که در آمریکا هستن با
هنرمندایی که در گذشته براشون برنامه اجرا می‌کردن هنوز این هنرمندا رو براشون احترام قائلن و شما هم یکی از کسانی بودید که بالاخره سالیان سال برای ملت ما برنامه اجرا کردید. بله. خوندین و آهنگ خیلی خیلی قشنگی ازشون تهیه کردیم. آهنگ بله. چی بود؟ میکی یادت هست آهنگ میکی که طرفدار دخترمونه. دخترمون میکی طرفدار دخترم راهی شده. بله. اونم داریم امشب. بله. یه آهنگ جدیدم خوندم. امروز بعد گفت. عشق پاک. آیشو قبل از اینکه اینو بریم یه آهنگی رو داشتیم بیرون برای ویدا میخوندیدم درباره بهار بود و همچین چیزایی و اینا. بله. یک ایام نوروز که میشد ما در رادیو وارد استودیو. اولا عجیبه، کاش همه بینندگان عزیز واقعا این شرایط این استودیو رو میدیدن، به خصوص هنرمندای قدیمی کشورمون. درست استودیوی شماره 8 رادیو همینجاست. هیچ تفاوتی نداره، فقط چهره ها جوانتر و مصممتر و با تکنیک امروز دنیا هم آشناتر. ولی بر تقدیر منو تداعی شد گذشته شاهرخ نادری و دوستانی که از در رادیو هر وقت ما شب عید میمدیم گفتن شو جای بهار بهاره. این است که آهنگ داشتیم سلام ای باغ بانی گل بهاره. اون اگر بخونیم بخونیم صدای قشنگت سلام ای باغ بانی گل بهاره، سلام ای باغ بانی گل دوباره، بخنده گنچه ی زیبا برویم که صحرای دلم گل در میاره. بهاره 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 بهاره، سلام ای باغبان گل بهاره، سلام ای باغبان گل دوباره، به خنده گنچه زیبا برویم چه صحرای دلم گل در میاره. بهاره 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 بهاره. بسیار زیبا بود. خب اجازه بدین که بریم آهنگ رو بله. هم نگاه کنیم، ویدیو قشنگتون رو ببینیم و برگردیم دوباره. نمیدونم ما جایی نمیریم، همینجوری شب پرست دارم توی دشت آتمونه،
عشق تو که بهترین شراب تو اونی که دوست دارم من پیشونیم براش تو که عشق من عشق تو که بهترین شراب تو اونی که دوست دارم من پیشونیم براش تو که خیلی زیبا بودش. عشق پاک گفتی؟ عشق پاک. عشق پاک. بسیار عشق بود. پخش کنی؟ دخترانو پخش کنی. این همه دختر الان صبح میخوان برن ایدی گرفتن و ایدی. مثلا آهنگی که تمام ایران والا من شنیدم تو ایران هم همین آهنگ بر سر زبون هاست و بسیار قشنگه. و اجازه بدین که یکی از این شیرینی ها رو تعارف کنم بهتون. من میدونم که بعد به کی اول تعارف کنم. شهر روز اینجا جای شهر روز بودش در بعضی قسمت ها و در چند سال گذشته که در با شهر روز عزیز سر سفره میشینیم. شهر روز همیشه کسی هستش که تعارف میکنه به هنرمند. بله. تمام این خودشه داره همون میشه عادت شهر. خب به دیپلماسی آقای همین واسه ما از این اینو چی هستش؟ نون برنجی. نون برنجی. به یاد کرمانشاه عزیز افتادیم پیش دیبایی حزین لایجی راجب کرمانشاه داره. بله. که میگه ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد. بله. در دام مانده باشد صیاد رفته باشد. از آه دردناکی سازم خبر دلت را روزی که کوه صبرم بر باد رفته باشد. امشب صدای تیشه از بیستون نیامد گویا به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. سلام به همه کرمانشاهی های عزیز با یادگار نون برنجی کرمانشاه. آقای شجاعی شما آمدین اینجا میمونین در امریکا یا برمیگردین آلمان دوباره؟ ماندگار همیشگی. ماندگار همیشگی. گفت برای بیرون هم بکنن از اینجا بیرون نخواهیم. مرکز هنر ضمن این که در اروپا شاید به نظر بهتری از رفقا میگن که آسایش و امنیت و بیمه بهتری از امریکا هست، ولی باید قبول کرد عاشق به دنبال معشوقش میره. بله. ما بدون هیچ تعارفی خدا میدونه من عاشق مردمی هستم که به هر حال یک معلم ساده از یه روستا
اومدم به تهران با داشتن همین تصدا قبول کردن من در بینشون باشم، خواننده‌شون باشم. بنابراین هر کجا که برن من به دنبالشونم. حالا اگه بپرسن که در آلمان هم هستن چطور، شما در آلمان نمیخوید؟ میگم خب با اکثریت بیشتر اینجاست. بله. و ضمناً باید تولید از اینجا شروع میشه، چون از اینجا شروع میشه همه هنرمندانی که در اروپا هستن نمیتونن کارایی که یک هنرمند در لس آنجلس داره داشته باشه. پس چقدر لس آنجلس شانس داره که شما عاشقشی. من عاشق مردمی هستم که در لس آنجلس. بله منظورم همون بود. فشو جایی وسط حرفتون داشتیم گفتم این خانم ویدا میگفتن اینجوری اینجوری میزدن به من که اون آهنگ چی بود؟ موتلایی. دختر موتلایی جدیده؟ آهنگ موتلاییتون بالا یعنی ضبط نشد. ما هر روز با آقای پارچمان صحبت میکردیم که اینو میخوایم ضبطش کنیم. بله. ایشون تشریف داشتن شنیدن برای خب موهای خودشون هم طلاییه و مثلا رو آخه بودیم وقت من بعدش بخونیم مشکل داریم تو خونم. ایشون هم مشکل داره. دخترتون برای دخترتون میخونم. دختر موتلایی بگو اهل کجایی، میخوام بیام خونتون اگه بشه خواستگاری، خاطر خاتم به مولا هوا خاتم با ویلا. دختر موتلایی بگو اهل کجایی، میخوام بیام خونتون اگه بشه خواستگاری، خاطر خاتم به مولا هوا خاتم بابه. خب حالا نوبت چیه بعد از چی میگن؟ حالا اگه موافق باشین بله بفرمایید. یار همیشه. حالا من یه چیزی بگم راستین، این بینندگان عزیز الان میبینن در فواصل برنامه صدای فلاش عکس میاد. من بعد خدمتتون عرض بکنم که هنرمند عزیز آقای سعید نوشینفر از ابتدای ضبط این برنامه با ما یار و همیار بودن و در موقعیت مناسب انشالله، البته عکس منظر هم بگیریم، در موقعیت مناسب ازشون دعوت میکنیم و حتما باشون خواهیم. دوربین پشت پرده ایشون یکم بعضی وقتا ناجور و بعد تمام وقت مواظب باشی. خدایی داره سعید خوش عکس الان که این برداری میکنه تمام عکسای زیبایی که واقعا مردم در کل جهان ایرانی ها دارن میبینن زحمت این مرد هنر درسته. یه صاحب یه سبک سعید باید قرارمون قبول کنیم. خدا حفظش کنه و برما نگرش. ولی عیبش اینه که رقیب نداره چون ما رو خیلی دیگه سیر میکنه. هر وقت آخرش خدا من رخت خواب میارم پشت در خونه تو میزه زمک سانه عکس من که نمیدی که ببین تونتون داره از دمک سانه دور دروازی یه کردن از یه یار همیشگی ما که همه ساله با ما بوده در برنامه همیشه با ما هست. بله بله آقای حجتی سلام دوباره با آقای حجتی. سلام دوباره با آقای حجتی. سلام آقای حجتی. وای از بیرون داشتم میومدم دیدم که حسن عزیز داره سخنرانی میکنه. راجب چی میگفت؟ در رابطه با نوروز صحبت میکرد. با نوروز ماشاءالله ماشاءالله امسال چه سفره میچ کاروان بهتر شده امسال. یادتونه که من دو سال پیش در خدمتتون بودم تا حالا که بهتون که نکردم، ولی امسال که داشتم میمدم دیدم ماشاءالله چقدر با عظمت اینجا بابا، چه میوه چه تخم مرغا همه چی از همت آقای پاکروانه. خدا پدر مادرش بیامرزه بابا. خب الهی شد یادت علی جون پیراشتار زیر هفتینتون یه صندوق طلا داشتی. بله مسعود جمالی بود. شما رو جمالی نمیدونم پولای مسعود جمالی یا پولای آقای پاکروان بود اون تو بوده. خیلی قشنگ سفره. چقدر عیدت مبارک. قربونت برم الهی. عید قدیمی من. ما فقط اینو کن داشتیم. بله. دخترونش هم که دیدی، آهنگاش هم که شنیدی. بله. خب چه خبر چه اثری؟ چقدر لباس آقای حجتی زیباست. بله. واقعا شما لباساتو خیلی زیباست. از میدا جون بازم سفید پوشیدی. بابا این دختری چه اینطوری هر موقع ما هر رنگ لباس پوشیدیم میام پوشی. من شما رو دوست دارم. منم شما رو دوست دارم. اولا که لباسامو خودم دوختم. یک جدا میگی اینو شما دوختین؟ بله. چقدر من از این استایلش از کی میگی جای حجتی؟ والا استایلش خدا بیامرز این لیبرال چی بود راست که دیدی لباساش از آکر خریده بود. بله این بود که دیگه امسال دیگه خواستم یه خود جدیدتر بشه. بسیار زیباست. خب علی جان چه خبر؟ میرا خانم شما چه خبر؟ خبر داد عیدتون مبارک. والا صبح به این زودی برنامه به این قشنگ سال تعوی دیگه آدم چی میخواد؟ شجاعی بغل دستش نشسته باشه. آهنگا به این خوبی خونده شجاع جون یادت ایران؟ آه همه چی یادم داری صحبت میکنی به یاد روزایی میفتم که واقعا کنار هم سالهای سال
برنامه داشتیم و خدا رو شکر که شما رو سلامت میبینم و رفقا رو از نزدیک گفتم. من یه سیبه دیگه شو جایی ماشالله ما خیلی خوب موندیم. خدا شاهده به خدا. من هر دفعه به خودم نگاه میکنم انگار مثلا پیروز از ایران اومدم. همینطوره. خدا رو در مادر شما چند سال جده؟ خواهش من راجب سال مال من چیز نپرسید. نه. حالا خانم جمیله قراره بیان. خانم جمیله شما سوال میکنم. یه مسابقه خصوصی دارم با خانم جمیله. ممکنه یه کارهایی کرده باشی. جدی؟ بله. در صورت در فواصل برنامه این تصویر نسبت هایی که دیدید از آقای حجتی، امسال آقای حجتی بسیار بسیار پرکار بله، هست بله. و در ادامه برنامه بازم داریم بازم میان پرده‌های زیبا، نمایش‌های زیبا، آقای شجاعی یک قسمتی از کارهای آقای حجتی رو نگاه میکنیم با هم دیگه. منم خیلی دلم بعد برگرد سر زخم نبودم خوشحال میشیم. الهی قربونت برم. تو که بالاخره طرفدار خودمونی، اینا ممکنه یه کاری بکنن. من از اون حرفا بزنم که میخوام تا صدا چون همه جا پخش میشه یه لحظه برو بریم ما از اون کارا بگو. برو بریم خانم بزودی ماهی سفید و دودی میفته خانم بزودی یکی از سین های هست سین زمکه سفیداش بی نمکه دودیاش با نمکه دودیاش با نمکه اگه بگم خانم بخر میگی که دود و کلکه اگه بگم خانم بخر میگی که دود و ماهی زنگی هزار سر سفره هفتی که یه سینش کم نیا که میکنی عمر زیاد بخر خانم ماهی آزاد سرخش بکن خیلی زیاد بخر خانم ماهی آزاد سرخش بکن خیلی زیاد ماهی قربونه پرم الهی ماهی قربونت به غم الهی بابا بوده بیا شب عید به خدا اگر نخری زرن کنی یه ساعت مونده به ساز درمی سبزی پلو با ماهی وای که دوسته تو سیرم بذاری لای چی میشه ماهی دودی ماهی سفید آقا شیرنی داری؟ خانم گرفتی ما رو تو ماهی فروشی شیرنی میخوای با رو تو برن والا بسیار جالب الهی که من قربون خودم برم واقعا من فکرم خواست میگی قربون شناس تهرانی نه ما خدا نکن شناس تهرانی قربون هم برم اگر بفهمی پدری از من در میره دازاله بگیستن خب شهرو جون واقعا تو خودت که بهتر از هم میدونی امسال چه برنامه‌ای براتون پیاده کردم دیگه انشالله که هم شما هم بیننده های خوب ما الهی که خدا عمرشون بده نگه داره اینا رو که ما رو نگه میدارن دیگه این برنامه ها رو میبینن بالاخره ما رو تحمل میکنن خب یک کدوم یکی از این تخم مرغا مال من آفتگی اونی که روش تنین نوشته اونی که روش تنین نوشته کجا هست آقا یکشم تو بکنه اون جهنم حالا که بچه هم بچه هم منتظرم همه اینا را خشب بزنی میزن از آقای شجاعی اجازه بدین خواهش کنیم چون صحبت از خاطره ها بود و گذشته ها فکر کنم که خاطر انگیزترین آهنگ آقای شجاعی نامرسان آهنگ نامرسان بودش که این آهنگ متاسفانه وقت نشد برای ما اجرا کنه یادش بخیر این آهنگ من قشنگ یادمه 22 سال پیش که داشتم میومدم اینجا حسن جون این آهنگ خونده بود بله همین حدود 20 درست 22 سال پیش ولی آهنگساز آقای حسین صمدی استاد عزیزمون بعد شعر هم که آقای بسیج این شعر گفتن باید بچه ایرونی ها بدونن که دارای همچین محتوایی هستن شعرهای ما که شعری میتونن بگن که در سطح جهان مطرح باشه البته من به زبان فارسی گفتم
خوندم ولی به زبان انگلیسی هم این شعر هست. یه تیکش براتون میخونم. به یاد همه اونهایی که موی سفید کردن. به یاد شعر قشنگی از رهی معیری افتادم. گفت اشکم ولی به پای عزیزان چکیدم. خارم ولی به سایه گل آرمیدم. موی سفید را فلکم رایگان نداد. این رشته را به نقد جوانی خریدم. من جلوه شباب ندیدم به عمر خیش. از دیگران حدیث جوانی شنیدم. ای سرو ایستاده به آزادگی من از آزاده من که از همه دنیا بریدم. کاش من جای آقای شجاعی بودم این شعر مداد رو بلد بودم. شما یه جور دیگه شعر نامه من دیر شد کودک ونگرد فلک پیش شد نامه رسان بین همه نامه ها سیل سرشک همه خامه ها نامه آزادی ما نامه آزادی ما کی رسد آخر خرداد رسد دی رسد نامه رسان نامه من دیر شد کودک بلگرد فلک پیر شد خون برگ زال زمان شیر شد برده بی چاره جان سیر شد نامه رسان نامه من دیر شد کودک بلگرد فلک سیر شد نامه یوسف به زلیخا رسید دست خط دل به لیلا رسید قاصد مامد فرز را رسید نامه رسان جان به لب ما رسید نامه رسان نامه من دیشد بوده که بلگرد فلک الهی که خدا انشالله صد سال بهت عمر بده همین عیدا باشه ما همه دور هم بشینیم واسه هم مملکتی هامون همیشه راهنگا رو بخونیم واقعا خانم و بچه ها خب انشالله که به هر حال همطور که برنامه داره خوب پیش میره و مردم هم نشستن از تلویزیون ها میبینن به اعتقاد من این ویدیوی این برنامه هم به عنوان یک چیز یادگار به هدیه نوروز یک اثر ماندنی در هنر این طرف آبیا ینگ دنیایی ها برای مردم خوب کشورمون انشالله خواهد موند با آرزوی این که همیشه با سلامتی بشنن این برنامه هیچ نعمتی خداوند از داشتن سلامتی بالاتر نیست ولی یه چیزم تو رو خدا اون کسایی که بزرگترهای خانواده هستن بچه ها همچی که صبح بلند میشن سلام میکنن به رسم گذشته بهشون پول نو بدید اگر هم پول نو نیست تو رو خدا بلند شد بهشون پول بدید چون این خاطرات ما بچگی یاد هست بوی پول نو رو من هنوز بچه بودم میرفتم خونه دایی هنوز دایی هنوز بوش دایی من که ماشاءالله سنی هم ندارم مامانم هم چه من میدونم والا به خدا خوشحالم علی جون اینقدر تکیه دادی تمام میوه رو چپی کردی یا میخوری ماشاءالله یا تکیه میدی هم داره چشمک میزنه آقای به به اون بلو رو بدی بلو چه بلو یادش بخیر یکی بودم و گفت که اومدم آمریکایی یارت نمیشم با این یارت نمیشم بیدتون بشکن
کشمیره ما زلفای تو زنجیره ما یا مرا ببر به خونت یا بیا بخون که تو من بردارم بدم بیبی واقعا همه چی من به یاد این افتادم که میگن جورجیا بهترین هلوی دنیا رو داره اینشالا که بچه ها اگر عید نوروز حفظین چیندن هلوی گذاشتن به یاد ما هم باشن که بهترین هلوی دنیا میگن در جورجیا با جورجیا میرید شما با تو برنامه نه شما ناراحت نباشید شما یه ما دیگه جورجیا هستین از من در سال خیلی ممنون متشکر که از آقای شجاعی از شما تشکر میکنیم انشالله که دوستانمون که همینطور پشت سر هم رفقا دارن یکی یکی هر کنون رد میشن از اینجا برای تبریک عید میان و به همه بینندگان عزیزمون تبریک بگن باری لحظات خوش و هر کجا که هنرمندان میرن اجرای برنامه بکنن لحظات شادی برای مردم خیلی ممنون امید و تبریک میگیم انشاءالله سال خوبی برای خودتون و خانوادتون باشه خیلی ممنون آقای شهروز خیلی ممنون آقای امیر قاسمی خانم ویدا خانم آقای میکی ماشاءالله به این لباسا ولی خب انشاءالله که قسمت بشه که ما دوباره بغل همدیگه بشیم بله
برنامه سیاوازی رو خیلی دوست دارم. برنامه نوروزی هم بدون سیاوازی نمیشه. خب بچه ها شما چی فکر میکنی؟ من فکر میکنم که با هم دوست داریم بریم اول سیاوازی رو نگاه کنیم. برو خودش نمیاره که ما داریم توی خونه کار میکنیم. دلم میخواد یه شب برم بالش بذارم رو دهن خفش کنم همه مردم رو راحت کنم. مردی که پدر سوخته عوض این اطفالات یا حق حساب مردم بده به زندگی برش. شیطونه میگه خرش بگیرم بگه آها میرزا قلم دور میرزا باقر وقناسه پدستگه علاقه گابه نفهمه بیشور مال مردم خورد. مال مردم خورم هست دلش میخواد که باشه. به تو چه مرد که پدر سوخته؟ بله پدر سوخته. مردی که احمق اولا اونجا که کسی نیست آخه. اونجا کسی نیست؟ نه خیر اونجا کسی نیست. پس من به کی فوش میدادم؟ من چه میدونم؟
ببینم نکنه به من داری فوش میدی. آمیزا من به شما فوش میدم؟ بله ممکنه. من که نوکر شما، من که این همه سال آرزگار تو خونه شما دارم کار میکنم آه. یعنی اینقدر گستاخ و پررو شدم به شما که ولی نعمت منی، که سرور منی، که ابراب منی، میگم اولا میگم مال مردم خور. شاید جمعی دوست نمیدونم شاید ذکری کردی. حالا مگه چقدر من حقوق طلبکارم؟ میگم حقوق منو خوردی؟ خب بله همین نمیگم من اصلا یه جورم حرف میزنی مثل که طلبکار یکی نداره به ما این بدهکاری. نه بدهکار که اما ندادی. بله قدرتی اونی میدونم نگفتم که نمیدم. هیچ وقت خداییشه بخوای تو این 39 سال و 11 ماه و 29 روز نگفتی نمیدم. همیشه گفتی ندارم. چی شد؟ اشتباس این حساب چرا؟ حساب غلط. الان شما 39 سال و درسته 29 11 ماه و 29 روز. نخه نخه کجاش غلطه؟ اشتباه جزئیه ولی خیلی هم کلیه. تو سالشه؟ نه تو سال درست داری میگی. تو ماهشه؟ ماهش هم درست داری میگی. تو چیش غلطه؟ تو روزشه. 28 روز نه 29 روز. بی پدر خیلی خوب حقوق میده حالا سر اون یه روز زمان. بله حساب حساب کاکا برادر. اگه حسابه پس چرا اول گفتی ماه به ما میدم؟ من که نگفتم نمیدم، گفتم میدم. نگفتی نمیدم ولی سر ماه که شد گفت این ما ندارم. الماس بیا یه سال یه سال بگی که بتونی پس انداز. خدا پدر خوبه حرف خوبی زدن. سر سال که شد گفتم بده گفتی الماس یه فرکی کردم. بیا ده سال ده سال بگی بتونی خونه بخری. عجب فکر خوبی بوده ها. ده سال که گذشت گفتی الماس 20 ساله بگی که باهاش عروسی کنی، مزدلج کنی، زن و بشه‌دار بشی. بعد گفتم نه وقتی 20 سال شد گفتی نه 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 20 اومد نداره، اومد نداره، به جا 30 سال بشه سر 30 سال بهت میدم. نشد رفتم سفر. از سفر اومدی الان شده 40 سال دیگه بده. یه 40 سال نشده هنوز. تو اگه دادنی هستی بمیر و بده. نشده بذار پس فردا که شد 40 سال اون وقت پس فردا میدی. البته یه اشکالیه. چه اشکالی داره؟ چون دارم میرم سفر. ای با پدر لعنت هر وقت صحبت حقوق من میشه که تو خبر مرگت میری سفر. واسه حقوق تو که نمیخوام برم سفر. برای چی میخوام؟ من برای یه عمدی دارم میرم که به خاطر همونم اومدم با تو حرف بزنم. حرف بزنی؟ آره. چی بگی؟ گوش تو بده به من. برو بابا مگه من دیوونه؟ چی چی؟ گوشمو بدم به تو؟ خب بله. خب میگیری دیگه بهم نمیدی لازمش دارم. من که نمیخوام گوش تو بردارم ببرم. آخه همینجا میدونی تو اخلاقت هر چی رو قرض میگیری دیگه پس نمیدی. من چون چشمام ضعیف شده گوشمو لازم دارم. بابا میگم بیا بشنو ببین من چی میگم. چی میخوام بگم؟ ها تو هیچ میدونی که این توش میدونی توی خونه یه بمب هست؟ چی؟ بمب. بمب هست؟ با چی بمب گذاری کرده؟ چه بمبی؟ خب این نامردی آمیزا جلوش اینو بگید. اگه با شما رقابت میکنن چرا بمب میذارن بیگناه ها رو میگذارن؟ کی بمب گذاشته؟ همین بی ناموسا که الان بمب گذاشتن. چه گذاشته؟ من چه میدونم تو میگی گذاشتم. نه بابا میگم یه بمب هست تو هم بابا هولم کردی. بمب هست؟ کی بمب؟ یه بمبی هست که هر لحظه ممکنه منفجر بشه. کی هست؟ این دختره که اینجا هست تو میشناسی؟ این دختره راست میگی میزا. خدا کنه فقط وقتی منفجر میشه توپاش در نره ولی تمام خاورمیانه رو میزنه. توپش کدومه؟ ندیدی؟ تو کجا دیدی؟ من وقتی میرفتی جگوزی دیدم. پدر سوخته یه چشم چرون. بابا این دختره که اینجاست لپ چلوم ساعت 12 میشه 18 سالش اختیارش میره دست خودش. حالا من میخوام تا این اتفاق نیفتاده به تو مأموریت بدم یه کاری بکنی برم حضرت حاکم و بیارم این دوتا رو بدم به هم دیگه برن ما هم به پولمون برسیم. آمیزا بل. چی شده که یا من محرم اسرار شما شدم؟ بابا این معلومه. آخه تو الان 30-40 سال توی خونه ما زندگی میکنی. تو اصلا توی مایی. دست شما درد نکنه. چیه؟ حالا دیگه ما توی شمایی؟ توی ما چیه؟ تو میگی توی مایی. نه بابا تو اصلا مثل پسر من هستی. پسرم پدرت کیه؟ پدر نامرد بینانوس. چرا مادر من رو طلاق پدر کیه؟ من که پدر تو نیستم. راست میگی منم تعجب کردم. چرا؟ تو من همچین پدر بیناموسی ندارم. خیلی دلت بخواد یه پدری داشته باشی که تو همه چی اوله. راست میگی در پول اول سروت بله در بیناموسی بله در دوزی در وطن فرو نه خیلی اینا رو نیستم. نه خیلی در نامردی نه خیلی در قدر نه خیلی شرافت
اینا چیه تو داری میگی؟ آخه تو میگی اولا صافا گوش بده ببین من چی میگم به تو. بله. تو فقط تو میتونی به من کمک بکنی. بفهم بابا تو باید به من کمک بکنی، این دختره رو نگه داری من برم یا حضرت حاکم رو بیارم. حضرت حاکم رو بیاری؟ بله حضرت حاکم بیاری شکا بکنی. ها این سوال خوبیه، حضرت حاکم رو بیاریم این دختره رو بدیم به اون ورداره ببره. عجب آدم خری هستی راست راستی. چی؟ مرد که پدر سوخته حرفت نمیاد بری حضرت حاکم و بیار این دختره رو بگیره باش ازدواج بکنه؟ چی مگه؟ مگه ما خودمون اینجوری هستیم؟ بگیر چه منو مخورده؟ آره بابا خاطر با حاکم چی نکن؟ حالا مثلا حاکم چه خری هست؟ این حرفو نزن؟ حاکم سرور ما، بزرگ ما، پدر ما. راست میگی، پدریشو قبول دارم. چرا پدریشو قبول داری؟ چون از لختی اومده مادر همه اونو ترکیب داره. دیگه این حرفو تکرار نکنی یا دیوار موش داره، موشم گوش داره، به گوشش میرسه. بابا این کاری که میگم تو انجام بده، تو گوش بده ببین.
سال بعد بارو بس یواش یواش برات کرد. عید اومد خنده کن فردا رو کس ندیده، سال نو سال نو یه سال پر امیده. دست بده در دست یار، خنده بزن بردار، غم رو فراموش بکن، میگذره این روزگار. صد سال به این سال آباز، عید شما مبارک، همه بگیم حالا باز، عید شما مبارک. مثل بهارون باشین گلخشون، همیشه خورم همیشه خندون. دست بده در دست یار، خنده بزن بردار، غم رو فراموش بکن، میگذر این روزگار. سر سال به این سال آباز، عید شما مبارک، همه بگین حالا باز، عید شما مبارک.